شبکه نسیم ایج خندمانا. متوجه شدید که ما به گویش لوری، درست گفتم؟ به گویش لوری شروعمون رو براتون اجرا کردیم. یه بار بریم بچه ها بشنوید. 1 2 3 به نام خدا سلام، مهران بود جهانه دمین شبکه نسیم ایچه خندوانا. خیلی باحال بود. خب تعدادی از دوستانی که به این گویش آشنان اینجا وجود دارن، مثل آقای رستمی و شما خانم رحمتی و اینا، بعد خواهش کردیم که بهمون یاد بدن ما هم بتونیم اینو براتون اجرا کنیم. خیلی هم لذت بخش. خب بچه ها، باز این شروع شد. خدای من یه اینجوری میکنم این شروع بشه. نگاه کاخ، این چه وضعیه، چه پیرانیه. میخواییم که بخندیم 25 ثانیه. آماده این بخندیم؟ بله. قبل از اینکه بخندیم، حالتون چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. حال تماشاچی در منزل چطوره؟ عالی. حال بقیه دوستام چطوره؟ عالی. حال خانوادتون چطوره؟ عالی. حال همسایه ها؟ عالی. حال دوستای دوران کودکی؟ عالی. حال دوستان دوران پیری؟ عالی. آینده نگری هم میکنیم. آماده این؟ بخندیم. آماده باشین، نفس بکشین. این خندیدن ها تمرین خندیدنه. تا الان هر شب گفتم، بازم میگم، شبای دیگه هم میگم، انقدر میگم، فکر نکنید کوتاهیام. این تمرین خندیدنه. ما باید یاد بگیریم مهارت خندیدن پیدا کنیم. وقتی اتفاق بامزه میفته سریع بتونیم ارتباط باش برقرار و راحت بخندیم. بعضی دیگه بلد نیستن بخندن، مثلا اینجوری. آماده؟ نفس. همراهی کنیم با ما ها، اصلا شوخی نداریم ها. 1 ریهاتون کار کنی با قوی. 2 حالا. نفس. هنوز نگفتم نفس. حالا. تمام. به لوری تموم چی میشه؟ تموم. همون دوست خودم سر نمی کنه. بسته چی میشه؟ بنیا. بنیا؟ بنیا. بنیا؟ یا بابنش. 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 مثل سیر سرکه میمونه این آقا جوا. شما اسمتون؟ بو 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 بو. اسمتون بو 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 بوه؟ بله. بو 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 بو. حالا چطوره؟ رامبد جوانه. بو 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 نسیم لش خنده چی بود؟ ایچه. ایچه خنده. ایچه خنده وانا. نه. الان داری چی کام میکنی؟ که چی؟ به این صدا حساس آقای جوان. شما سرخ بستید؟ اون نشست، اون یکی ایستاد، درسته؟ چون از یک کدوم میاد آب میخوره. هاچو چاو. هاچو چاو؟ بله. اسم کیه؟ اسم این پرنده نادره که فقط این یکی مونده که من شکارش کنم. شما هاچو چاو شکار میکنی؟ برای چی شکار میکنی؟ حلقه بلقه بلقه. اون وقت یعنی چی؟ حلقه بلقه بلقه یعنی چی؟ دعوت میکنم به رزم اینا.
یعنی میگم بیاین کارو دیگه میخواد چیکار کنه دعوت میکنه به جنگ و رزم. آره میگم یعنی بیاین کارتون ندارم بعد که میاد آها فریبش میدی نیستونی فریبش میدی فریب میدم فهمیدم و آینه جوان تبریک نمیگین به من بابت بهترین شکارچی قرن شدم نشانش هم هست دیگه 5 تا نشان دادم به من تو هر قاره تو هر قاره یک پرنده نادر رو من شکار کردم آقای جوان که نیست خیلی کار بیجایی کردی چرا خیلی کار زشتی کردی شکارچی برتر شدم شکارچی برتر بشو چه اهمیتی داره باشه بر چه حیوان میکشی پولشو بگیرم پول یعنی چی خب یه کار دیگه بکن شرافت داشته باشه حیوان میکشی شرافت داره شکارچی چه یعنی شرافت نداره نه نداره داره نه اینجوری نداره با کارت هستیم ما قانونی آقا نه عزیز من شما حیوان داری میکشی که میگی نادرم عجله قبل قبل نه بی خود زنگ بزن پلیس آقا بزن پلیس آقا زنگ بزن پلیس چی پلیس رو میزنی؟ نه نه شاه حسینی شاه حسینی نباید بزنی شما خل سلاحت میکنی خل سلاحت بشی آقا اجازه بده سر کمک کنی خل بایسی وقت نشه رسیده آقای جوان ببینید اینو که من برای شما آوردم برادر خوبم انقدر زود قضاوت میکنی این پر خوشگل رو برای شما آوردم خیلی متشکرم تو گرمای افریقا من میدونین چه فلاکتی رو تحمل کردم تا بتونم یه دونه از اینا شکار کنم نه خبر نده تو استودیو گرم و نرم و اینا برنامه تو اجرا میکنی خبر نداری که من چه زحمتی میکنی بله بگیری خب متشکرم این آقای جوان اسمش هست کلاغ دومسیا قارقار سر کن خب ولی اینا چون قارقار رو سر نمیکنن همونجا با سرشون رو ببری ولی نه من سرشون نبردم من از دور میزنم اینجا تو سرشون میافتم بعد دیگه بقیه ممکنه گشنه‌شون باشه بخورن سرشون ببر تو آفریقا دیگه به هیچی رحم نمیکنن دیگه آقا چه حرفی چه تعریفای عجیب غریبی داری میدی یک دو اصلا شما برای چی باید حیوانو بکشید این یکی هر 8 سال یک باره انچوا اوچیچو خب اسم این پرنده اوچیچو بله کجاییه چینیه دیگه کجای خب. اسم معلومه دیگه نه خیلی هم سرخپوستی هم میتونست باشه نه سرخپوستی نیست سرخپوستا همه چی برای خودشون میکنن من با سرخپوستا خیلی کاری ندارم شبیه سرخپوستا شدم ولی نه من شکارچی مستقلی هم اینترنشنالم آقا این هست آقای جوان ببین چه ضعیفه این نمیذارن به سن قانونی برسه سری میزنیمش چون برسه اصلا خطاست یعنی یه کار الکی علصبیه برای چی کشتیش اینجوریه و تو شکارچی ها افته اصلا به سن قانونی؟ بله 23 دقیقه مونده که به سن قانونی برسه باید بکشی شما و من کشتمش بعد به سن قانونی چه قانونی اون وقت راجبش حکم میکنه؟ ببینید مثلا این بوده 3 روز و 23 دقیقه بشه 24 دقیقه باختی شما باید بذاری زندگیشو بکنه ولی من رو 23 دقیقه سری زدم اینجا تو سرش کنومت داریم زمان رو محاسبه میکنیم اینه آقای جواد این یکی پری که میخوام بهتون بدم به اسم اگه گفتین چیه پرنده سفید خسته دل سفید هم نیست خب دیگه چون خسته دل است اجازه بده همینش عجیبه سفید صداش میکنن دوست داشت ولی سیاه ولی سیاهه و اینو شکارچی میفهمه رابطه ای بین این پرنده ها رو با هم و دیگه آقا جوان اینه که هیچی ازش نمونده این از همون اول مریض بوده یعنی کشتن یا نکشتنش فرقی نمیکرد پری به تنش نمود بنده خدا رو زدیم گناه نداشت گناه نه نداشت شاه حسینی باز قطعاً شاه حسینی مسئول هر چیزیه در اینجا بله مسئول جمع کردن تمام بی‌نظمی شماست نکن اون کارها نمی‌کنی اون کارها خلاص سلام نکنید آقا بس مد من اونو باشه میدم حجلا قبل قبل نه من فکر میکنم تو دوچاره یه ذره بیخوابی شدی نه آقا چه بیخوابی یه دونه هدیه هم دارم براتون که اون قشنگ آقای جوان به قول غربی‌ها سورپرایز میشین یعنی من اون کادر رو پارت بعد میارم و شما میگی نیما بوسم میکنی من رو در آغوش میگیرید این صدا رو هم به من میگید یه اینجوری به هم میکنیم بغلم میکنم و من میرم اونجاست که به من افتخار میکنید سورپرایزتون آقای جوان پارت بعد براتون میارم میبینم اتون خواهش میکنم حیوانی رو نکش آقا کارت داریم چه حیوانی آقا غلطه نکش یعنی چه تو میگی اینا همه نادرن میکشی این محیط زیست بدبخت چی بکشه دست شما چرا چشا دو دو میزنه؟ چرا؟ هی میره اینور میاد اینور بس که دنبال پرنده گشتم دیگه برو افسردم کردی نیما نه افسرده نشید پارت بعدی میخوام خوشحالتون کنم هو 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 افسردم کردی بفهمید بخش بعدی هو 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 عجل قبل قبل لا اونجا نیست عجل قبل قبل لا این برم نیست برو آقا برو بخش بعدی برو بخش عجل مثلا هوایی دا که سب کن سب کن کیا دفعه اولشون تشریف آوردن؟ یک دو سه چهار پنج شیش هفت
8 9 10 11 12 13 نفر. خیلی خوش اومدید راستی. بچه‌ها مهمونای تازه واردمون تشریف کنید. حالا یه ذره انرژی بیاد بالا. بفرمایید بخش بعدی. بعد دیگه اومدیم شیراز که تفریح بکنیم و سیاحتی و حافظ و آره مثل این که امروز هم رایگان بودیم دارم به شما مناسبت چون رایگان بود اومدیم؟ نه اتفاقی شنیدم رایگانه ها اومدیم رایگانه آره دیگه شیرازی هم بیاد حوصله ندارم امروز هم رایگان چون رایگان بود عجب خب آره دیگه بهتره دیگه رایگان چون آره راست بگیم چند تا زنده داشت داریم؟ دوتا متاسفانه متاسفانه برای اونا فکر کنم با این خواهر شوهر میگم میگم ولی خب دوستم دارم مجبورم دوستم داشته باشم بله مجبورم که دوست دارم خنده که خیلی خوبه بر هر درد بی درمان دواست هیچ وقت با هم دست جمعی اومدید اینجا دست جمعی آقای مامان با زنداداشا هیچ وقت اومدین اینجا نه زنداداشا نه حتما که بعدم بیان باهات به اینجا ترجیح میدم زیاد آره خون به جگر داداشون وقتی که نامزد کردین حتما اومدید دیگه خودش تنها اومد اه نامزد کردین تنها اومد آره یه واقعا خودش تنها دیگه من نبودم البته پیشش دیگه مجبور شده بود خودش تنها اومدم همینجوری شما در طول روز چقدر میخندین حالا معمولا خیلی خیلی تو خانواده و اینا آره معمولا من بقیه رو میخندونم اهل جوک گفتن هم هستین نه زیاد چون فکر میکنم جوک گفتن یک مقدار شخصیت آدم رو سبک میکنه آقا یه جوک من بگم شما بخندی این الان شخصیت من سبک میشه نه ولی خب اگر زیاد از حد باشه مثلا چند تا جوک بگیم شخصیتمون چیزی یکی کافیه روزی یه دونه بگیم من یه جوک قدیمی بگم آره جوک قدیمی بگو دو تا چینی خوردن و هم شکستن آره چند سال از این جوک میگذره؟ 30-40 سال نه 1000 سال شما الان جوک امروزتون رو گفتین؟ نه امروز چیزی نگفتم حالا زنداداشا رو واقعا دوست داری؟ آره دوستشون دارم. و خداییش هم حالا من دوستشون دارم اونام دوستم دارن. ولی خب بالاخره یه موقعی اینجوریه دیگه. آره. میشه این رو ما معاف کنین از این قسمت. لبخند زنداداش بزرگه. لبخند زنداداش کوچیکه. لبخند شما. لبخند داداش بزرگه وقتی که دارید تیکه میندازی و یه حرف صریح میزنی اینجوریه لبخند داداش بزرگی وقتی میبینه که دوباره به خانومش یه چیزی گفتی و اونو انداختی به جونش چی کارت کنه ها؟ نمیگه اصلا آقا هیچی نمیگه به ما هل شده نه جوک میگه نه خاطره میگه نه هیچ یه لبخند خوب برامون بزن ممنون خب مسابقه این هفته یه پیامکی یا اسمسی برنامه خندوانه دقت کنید به این توجه نکنید که لباس من عوض میشه چون ما این یه بار ضبط میکنیم در شبهای بعد هر شب اینو استفاده میکنیم پس این لباس مهم نیست دقت کنید این هفته میخوایم شما برای ما یک جمله ارسال بکنید که خطاب به کسی باشه که زباله میریزه چه از ماشینش بندازه بیرون چه تو خیابون داره راه میره بندازه در سطح پیاده رو توی خیابون توی جوی آب یا بیرون از شهر اینا که میرن آشغال میریزن یک جمله خطاب به اون شخص پس باید محترمانه باشه طنازی هم توش داشته باشه و تأثیرگذار باشه دقت کنین پس تأثیرگذار باشه جایزه این هم گروه وبسایت های دابی به شما خواهد داد به اندازه 2,000,000 تومان یا 20,000,000 ریال بن خرید از این فروشگاه اینترنتی یعنی این فروشگاه اینترنتی شما میتونید هر چیزی که لازم داشته باشید رو از اونجا تهیه کنید خب لطفاً امشب بفرستین فقط چهارشنبه و پنجشنبه دیگه حساب نمیشه منتظر ایده های درجه یکتون هستیم به بهترین نفر اونجا جایزه رو میدیم بفرمایید بچه ها
عرض کنم خدمتتون که امروز روز مولاناست. ما هممون به خیلی از چیزهای گذشته مهم تاریخ مملکتمون در ابعاد مختلف افتخار میکنیم، به خاکمون افتخار میکنیم، به تمدنمون افتخار میکنیم، به فرهنگمون افتخار میکنیم، به آدمهای بزرگی که در این خاک به دنیا آمدن و آدمهای بسیار بزرگ و مهمی شدن، چه برای خود این مرز و بوم، چه برای بیرون از این مرز و بوم، یعنی برای کل دنیا آدمهای مهمی شدن، به این افتخار میکنیم. ولی واقعا آیا به نظر شما این افتخار کردن کافیه؟ نه. نه کافی نیست. ما بیشتر از اینکه افتخار بکنیم بهش مدیونیم، به تمام این چیزایی که داریم میگیم مدیونیم. ما مدیونیم به آدمهایی که این فرهنگ و این روحیه مهربان و این روحیه و این فرهنگ و روحیه محبت رو در ما، در زندگی ما و در وجود ما، به ریشه زندگی و وجود ما گره زدن، چیزی که الان ما داریم، و این رو تعریف کردن از زبان خودشون، که واقعا مولوی یکی از همین بزرگان همین چیزیه که دارم میگم. این رو گفته که، این رو به ما یاد داده که اگر عاشق نباشیم انسان نیستیم، اگر بلد نباشیم محبت کنیم انسان نیستیم، اگر بلد نباشیم همدیگر ببینیم و به هم عشق بدیم انسان نیستیم. فکر کنیم بذاره راجبش، بذاره فکر کنیم، سقف رو نگاه کنیم، فکر کنیم، ولی واقعا فکر کنیم. مولوی، من واقعا نه سواد این رو دارم که راجبش بتونم عالمانه و مسلط و کارشناسانه صحبت کنم، و نه ادعای اینو دارم و نه الان لزوم اینو میبینم. به نظر من همینقدر که ما در خندوانه یادمون هست که دین داریم به یک همچین آدمایی و امروز به خصوص مولانا، به نظرم این خودش یک ادای دین بابت این که ما حواسمون هست به یکی از بزرگان مملکتمون. به ما خیلی چیزا یاد داده، و یکیش اینه که میگه در این خاک، در این پاک، به جز عشق، به جز مهر، دگر هیچ نکاریم. دمش گرم. دلته دیگه دمش گرم نداره. اینو بردار. ما ادای دین داریم الان برای مولانا عزیز بلند میشیم و به احترامش دست میزنیم. بریم تیکه بعدی. بریم تیکه. عرض کنم خدمتتون که همه ما به بهداشت توجه ویژه داریم. حالا ویژه، ولی به هر حال توجه داریم. توجهمون اینه که میدونیم که لاقل باید حمام بکنیم، میدونیم که باید صبح کسا پا میشیم دستاتون بشوریم، میدونیم که باید مسواک بزنیم، میدونیم باید نخ بکشیم، میدونیم که اگه گوشه چشمون کسیف باشه باید تمیز کنیم، میدونیم که باید ناخونامونو بگیریم، میدونیم که وقتی پامون زیاد توی کفشه باید پامونو بشوریم، بعض وقتا بوهی عجیب قریبی ممکنه بگیریم، میدونیم که لباسامونو باید بشوریم، لباسامون باید تمیز باشه، مرتب باشه. ولی خیلی همون به این توجه نداریم که بهداشت روان هم به همون اندازه و بعضی وقتا شاید خیلی بیشتر از اون خیلی مهمه. چقدر؟ خیلی. بله.
خیلی مرتب و شیک و موهای اصلاح کرده و مرتب و خانم هم خیلی مرتب و لباس ترتمیز و عطر یا اتکلون مورد علاقه همون هم میزنیم و میاییم بیرون. ولی این شکلی ایم. اخ اخ کنیم اخ 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 چه چیز سختیه. بعد کافیه بهمون یه بالا چشت ابرویه بگن و زمین و زمان رو بدوزیم به هم دیگه. تو خونم با همسرمون بد اخلاقی میکنیم، این غریبه ها باش حرف میزنیم، با بچه‌مون بد رفتاری میکنیم، بهش بی‌اعتنایی میکنیم، با همکارمون بد رفتاری میکنیم، یه کارهایی میکنیم که حالمون بدتر میشه و فکر هم میکنیم اگر بخوایم راجع به روح و روانمون از کسی مشاوره بگیریم میگیم ما دیوونه ایم. و من دیوونم. دیوونه بره پیش دکتر روانشناس، پیش روانکاو. ولی واقعا یه کسایی هستن در طول تاریخ، آدمایی وجود داشتن که به این بخش از وجود آدم خیلی خیلی جدی توجه کردن، خیلی تحقیق کردن، خیلی مطالعه کردن، خیلی آزمایش کردن و واقعا کسایی هستن که ما به راحتی میتونیم بریم پیششون بگیم که دکتر حالم بده، بریم پیشش بگیم که دکتر دارم میخواد بکشم همه. اینجور آدم ها خیلی آدم های با اهمیتی هن و خیلی خیلی جدی بخش عمده عمرشون رو گذاشتن برای اینکه کشف بکنن روح و روان آدمیزاد چه ساختاری داره، چیه و باید باش چی کار کرد و چه جوری میشه با آدما به آدما مشاوره داد، با آدما حرف زد که اونا یاد بگیرن که چطور باید حالشون خوب باشه. و روان چیز پیچیده‌ایه. خب مهمان امشب ما یک استاد دانشگاه، یک مرد کاملا علمی، یک روانشناس بسیار خوب که ازشون دعوت کردیم تشریف بیارن و من دیگه معطل نمی کنم. جناب آقای دکتر محمود گلزاری. بفرمایید. سلام عرض میکنم. سلام. حالتون چطوره؟ الحمدلله خدا رو شکر. خدا رو شکر. خوشحالم ببینمتون. منم خیلی خوشحالم. هم شما رو دیدم، هم برنامه تون و هم این جمع دوستان خیلی خوب و برنامه شما برای من هم برای خودم خیلی خوبه، هم برای جوونا خوبه، هم الگوی خیلی خوبی میتونه باشه برای برنامه سازی توی ایران در شرایطی که ما خیلی نیاز داریم به شادی، نشاط، خنده، امید، آرامش. چقدر عالی. خیلی متشکرم از نظرتون نسبت به برنامه ما و اینکه تشریف آوردید. تماشاگرها در منزل دلشون میخواد شما رو از نزدیک ببینن، شما باشون حال احوال کنید. من به همه بینندگان خوب سلام عرض میکنم. عده زیادی از مردم لطف دارن. بنده از بیش از 30 ساله که با رسانه نزدیکم، با رادیو، با برنامه‌های جوان، با برنامه‌های خانواده و خیلی خوشحالم که سرانجام، نمیگم سرانجام کارم، حالا امید و دست خداست، به برنامه خندبانو افتاده. ما برنامه‌های متعددی داشتیم، بزهکاری داشتیم، افسردگی داشتیم، مشاهده خانواده داشتیم، ولی چقدر خدا توفیق میده که اون برنامه‌ها تبدیل میشه به برنامه شادی و نشاط و خنده. به همتون سلام عرض میکنم، برای همتون آرزوی موفقیت دارم، به خصوص در روزی که روز مولاناست، روز شاعر بزرگه تمام دنیاست، شاعر شادی، نشاط، پایکوبی، دستفشانی و امید. خلاص خیلی متشکرم. آقای دکتر چقدر در طول شبانه روز میخندین؟ نسبتاً زیاد. البته ما چون کارامون یه مقداری هم کارهای جدی الان توی حوزه برنامه‌ریزی افتاده، اینها
ولی من به صورت‌های متعدد چه با طنزایی که تو خونه گاهی بقاد اعضای خانواده‌ام میگن، چه همکارانمون، چه حاضر جوابیایی که گاهی بقاد خود من دارم و دیگران، مجموعاً خنده کم نیست خلاصه. به به. مشتریش هستین و خلقم می‌کنین. نه میشن. چه عالی. و باعث خنده دیگران هم میشین؟ بله دیگه. بسیار عالی. بفرمایید که چه جور بچگی داشتین؟ بچگی خوبی من داشتم. من با اینکه خانواده پرجمعیتی بودیم و تعداد خواهر برادرای من، یعنی ما 9 نفر بودیم. ماشاءالله. آره و یعنی خواهر برادرا 9 نفر؟ بله. زنده باد. خب. تو اینا البته ما یه برادرمون شهید شد، چندتاشون الان از دنیا رفتن. مثلا میگیم به خوشبختانه خانواده پرجمعیت، خب دیگه اون خانواده ولی خانواده خوبی بود و من در این خانواده پرجمعیت فرهنگی متدین با سطح متوسط اقتصادی خدا رو شکر میکنم که خوب بزرگ شدم، کودکی خوبی داشتم، معلمای خوبی داشتم، دوستان خوبی داشتم و همه این زندگیمو مدیون اون خانواده. چقدر خوب، تبریک میگم. کجا به دنیا اومدی؟ من سیرجان کرمان. و تا چند سالگیتون اونجا بودی؟ من تا 17 سالگی سیرجان بودم. سال آخر دبیرستان رو رفتم مرکز استان که کرمان بود، بعد دیگه اومدم دانشگاه. زنده باد. خب یه ذره جلوتر برمیگردیم به کودکیتون، یه ذره از اون خاطرات آتش سوزوندن ها و شیطنت کردن ها برامون تعریف کنید. خیلی آتش سوزی به صورت منفی نبوده، ولی در بلکه برصد طبق الگوهای امروزی ما بچه مثبت هم بودیم. آه. درس خون بودیم، بازی میکردیم، کار ادبیاتمون فرض میکنیم روزنامه دیواری داشتیم، فعالیت های دیگه داشتیم. در کنارش چون واقعا شیطنت های مثبت دوران کودکی پیشبینی کننده موفقیت های بزرگی هم هست. بله. ما یه جمله زیبایی از امام کاظم علیه السلام داریم که شیطنت و شلوغی بچه ها در دوران کودکی نشوندنده بردباری و عقلشون در بزرگسالیه. بگذاریم بچه‌ها بگن، بخندن، شوخی کنن. جناب علی علیه السلام با همین تعبیر ول کنید بچه‌هاتون رو، بگذارین بازی کنند. یعنی عربیش اجازه بدید. این کلمه به ما امهل داریم، یعنی مهلت بدین. امهل سبیه که یلعب سبع سنین. تو این حرفا بابا ولش کن. حتی کلمه دع داره، د و عین که عینش ساکن باشه، یعنی ولش کن. ولش کن دع، ولش کن، بگذار بازی کنه. ما اگر یه کودکی خوبی داشتیم برای اینکه پدر مادرامون خوشبختانه اینقدر سوادای بالایی نداشتن که ما رو بخوان از همون کودکی نابغه و فریخته و هی ببرن تست هوش بگیرن، هی به زبان یاد بگیریم، انواع وقت نه بازی میکردیم. بس این خودش یه بستری بود. تو همین بستر خب البته شیطنتای خودمون هم داشتیم دیگه. چی به جای واژه شیطنت برای بچه‌ها چی باید گفت برای این روحیه؟ بازیگوشی؟ بازیگوشی. شیطنت چیز بدی نیست، کلمه بدی نیست. شیطنت زود آدم یادش میفته به یه رفتارهای کودکانه‌ای که توش خیلی هم بی‌ادبی نیست. نه نه، پس همین نگردید. آره میشه خوبی. آره همین استفاده کنید. خیلی خوب. بفرمایید که شروع کنین برامون بگین از این که شاد بودن چه تأثیری در زندگیمون میذاره؟ ببینید یک کار بزرگی یا کار مهمی توی 20 ساله اخیر تو دنیای روانشناسی شده که خیلی مهمه. ببینید روانشناسی به صورت علمی یه سابقه 120 ساله داره. پایه‌گذاران این رشته جدید دانش بشری اومدن گفتن که هدف اینه که مردم سه کار براشون بشه. هدف روانشناسی اکثریت مردم آرامش داشتن، شاد بشن. یه عده‌ای که استعدادای ویژه‌ای دارن بهشون توجه بشه، یه عده‌ای که مشکل هم دارن اونم کمن درمان بشن. اما جنگ جهانی اول و دوم عده‌ای زیادی کشته و بازمانده جنگ و مسائل گذاشت. سرمایه گذاری دولت‌های آمریکا و اروپا رفت روی درمان آدمای بازمانده و بیمار. اون هدف‌های سگانه تبدیل شد به درمان. یه بار روانشناسی دو هدف دیگه‌اش که پرداختن به اکثریت مردم جامعه بود تبدیل شد به یک اقلیتی از بیماران. خیلی ضربه زد به خود روانشناسی. الان شما بگین که آیا لازم میشه روانشناس برین؟ شما اول برنامه‌تون گفتیم میگه من دیوونه ام. من دیوونه ام. آیا واقعا انسان تمام ابعاد وجودیش توش استراب و افسردگی و وسواس و بیجکاریه؟
ما اصلا نباید روی امید، شادی، نشاط، راستگویی، امانت، صداقت اینا کار بکنیم. 50 60 سال 70 سال این غفلت شد توی دنیا، دنیای علم. بعدن از 1995 به این طرف در آمریکا، بعدن در کانادا، بعد در انگلستان، بعد جای دیگه هم رسید، فهمیدن که بابا انسان در آدما در بدترین حالتی توی کشور 20% مشکل دارن، این مشکلات هم بعدن نصف بیشترشون درمان میشه. چقدر ما آدم استرابی داشتیم خوب شد. و بعد ما پرداختیم تمام دانشگاه‌هامون دارن روانشناسی میدن برای این 20%. بودجه ها برای این 20%. خب خیلی بد شده دیگه. فهمیدید جنبش روانشناسی مثبت به قول خارجی‌ها پوزتیو سایکولوژی پیش اومد. جنبش روانشناسی مثبت میگه که ما 3 تا کار اساسی باید بکنیم. موضوعشه. هیجان‌های مثبت، صفات مثبت، نهادهای مثبت. هیجانای مثبت، هیجان یه امر سریع گذرایی که تغییرات جسمی هم داره. کار برنامه شما هیجان مثبته. ما یه هیجانای منفی داریم، غم و خشم و استراب، 3 هیجان شایعند. عصبانی میشیم، استراب پیدا میکنیم، غمگین میشیم. خیلی شایعند، همه آدما دارن. اما در کنار اینا ما یه هیجانای مثبت داریم. تعجب آوره، خود روانشناسان غربی، سلیگمن رئیس انجمن روانشناسی آمریکا گفت من بررسی کردم دیدم در یه بازه 10 ساله 180,000 مقاله راجع به استراب، 50 مقاله راجع به امید نیست، راجع به شادی نیست. کار نشروعی. هیجان های مثبت شادی، امید، خوشبینی، رضایت از زندگی، عشق، اینا رو اینا باید کار بشه. این حوزه حوزه کار کردن. درباره شادی میدونید انگلیسی این قضیه میشه هپینس. البته اونا فهمیدن که هپینس 2 سطح داره. یه سطحش حسی و گذرا، همین برنامه خاندبانه، شادی‌های حسی گذراست که ما در فرهنگمون بهشون نشاط میگیم. نشاط ضدش چیه؟ کسالت، خمودگی. نشاط یعنی فرزی، یعنی چالاکی، یعنی چابکی. بعد دیدن این یه سطح هپینسه. شما الان توی فرهنگ لغت فارس، انگلیسی فارسی نگاه بکنید، روبروی هپینس می‌نویسه شادمانی، شادی، اما خوشبختی رو می‌نویسه. سطح دومش اصیلتر و عمیق‌تر خوشبختیه. ما به هر دوتا تو جامعه اون نیاز داریم. ما با تأسف، من به عنوان یه روانشناس با تجربه میگم که ما مردمون شاد نیستن. شادی رو یاد نگرفتن. هیجان‌های منفیشون خیلی زیاده. خیلی ما عصبانی هستیم. خیلی استرابی هستیم. نارضایتی از زندگیمون زیاده و به همین دلیل بیماری‌ها زیاده. باورتون میشه که ما نسبت به جمعیتمون در دنیا بیشترین مصرف کننده قرص‌های آرام بخشیم. از طرفش هم میدونید که ما بیشترین مصرف کننده لوازم آرایشی و یا جریایی های آرایشی هستیم. اینا با همدیگه ربطی داره. مردم ما وقتی شاد نیستن فکر میکنه هی با تغییر جسم خودش میتونه شاد باشه و بازم میبینه به جایی نمیرسه. همینطوری ما به شدت نیاز داریم. شادی اگر در جامعه نباشه خشونت زیاد میشه. درگیری های خانوادگی زیاد میشه. ما الان همسر آزاری داریم، کودک آزاری داریم، ما الان درگیری خانوادگی خیابونی داریم، به اندک برخوردی دست به یقه میشن، به سرعت دعواها به قتل هم حتی میرسه. فضای اینطوری داریم. ما سالی نزدیک 20,000 آدمی داریم که توی حوادث رانندگی از بین میرند. ثابت شده بخش عمده اینا مربوط به اون راننده است، نه به جاده هست و نه به اتومبیل. یعنی ثابت شده. به ثابت شده این آدمی که پشت این ماشینه ناراضیه، ناامیده، غمگینه، درگیره. به شادی نیاز داریم، هم در سطح فردیش، هم برای خانواده. استحکام خانواده‌های ما نیست. تو خانواده‌های ما اصلا خانواده توپخانه است الان. یعنی خانواده نیست. به همین دلیل واقعا به شادی نیاز داریم. این کار توی روانشناسی شده. بعد از توی روانشناسی شده کار آزمایشی کردن. دیدن آدم‌های شاد معنویتشون هم بیشتر میشه. یعنی آدم اگر غمگین باشه حضور ذهن در نماز هم نداره. معنویتش هم معنویه من غمگینی خودشه داره. آدم شاد ذهنش باز میشه، حل مسئلهش بیشتر میشه. تجربه کردن، تحقیق کردن، دیدن چقدر موثره. سیستم ایمنی بدنش بالا میره. یه کتابی رو سالهای قبل تو فارسی چاپ شد و متأسفانه نمیدونم چرا که تجدید چاپ نشد. نام خنده درمانی. این کتاب توش نوشته که برای بیمارانی که وضعشون بد بود و ما این کارم سال اخیر تو کار تجربی خودمون کردیم، نوار خنده رو بردند و دیدن که اینا طول عمرشون بیشتر شده.
من واقعا به صورت علمی پیشنهاد میکنم یکی از بهترین هدایای به بیماران که شما میخواین ببرین برنامه‌های خندوانه باشه. یه پکی رو درست بکنید. این شوخی نمیکنم، به صورت یه بحث علمی میگم. یعنی واقعا بیمارستانای ما باید قبول با کمک شما بعضی از برنامه‌ها رو تو اتاق این بیمارا پخش بکنن، باز تولید بکنن. اگر یه بیماری که تو اتاقش نشسته غمگینه، نسبت به گذشته ناراحت، آینده استراب داره، بخنده میتونه ثابت بکنیم که اصلا خنده برای بیماران درمان کننده است، برای خانواده استحکام خانواده زیاد میکنه، تو آموزش پرورش خنده رشد ذهنی رو بالا میبره و خیلی خیلی توی جامعه خشونت از بین میبره. برنامه شما خیلی برنامه خیلی دیر اومده تو جامعه و امیدوارم که دیر بپاید. ان شاء الله. ممنون ازتون. خیلی لطف کردین. الان حستون چیه بچه‌ها؟ عالی. عالی. به نظرم تشریف بکنید آقای. دلم. واش ما باید خط دیگه خط بغل بکشیم. آره واقعا همیشه می‌کشیم. چه لبخند خوبی دارین. لبخند شما رو دیدی؟ خوشحال رو شدیم. لبخند من انقدر تأثیر گذاره در درصد. قبلنا اینجا میومدیم با رفقا زیاد کلان یک خونه یک دوست ما درست دیوار به دیوار این زندان که الان خب پس کلی خاطره داری اینجا. بله اینجا ما بزرگ شدیم دیگه. آفرین. منطقه فهادان خودم بچه فهادان هستم، بزرگ شده اینجا هستم. خب حضور ترس کنم که هر روز توی کوچه ها خاکی بود بازی میکردیم اینجا منطقه. شیطنت میکردیم؟ صد در صد. چیکار میکردیم مثلا؟ والا شیطنت های قدیمی دیگه، مثلا یکیشون بود که نمیدیم در خونه هایی که در روز فرار میکرد. یزدی ها اهل خندیدن هستن؟ صد در صد هستن؟ بله. یزدی ها یکم دیر خنده میخندن. ولی اگه بخندن؟ یزدی خیلی سخته. ولی اگه بخندن دیگه ته دل میخندن. اون قهقه رو بزن. چند تا اصطلاح بامزه یزدی برامون بلدی بگی؟ مثلا الان ما اینجا پایل در یزدی خوردیم با فامیلمون، به یارو گفتم بوز بشن مولد مال رو نره. یعنی چی؟ یعنی زنبون اینجا بود از گردنت بالا نره. چی به زنبور چی میگه؟ بوز میگم، به گردنم میگم مول. پله، پله ایه. بله. بهش میگه راچینه. 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 آره بامزه است. به ملاقه میگم کمچلی. کمچلی. به زنبور میگم بوز. بوز. مثلا من یه جمله رو میگم شما اینو به قول خودتون ترجمهش کنید. بفهم. بوز داره گل مولد بالا میره. زنبور داره از گردنت بالا میره. اینا حتما صد نفر تا حالا گفتم. که حفظ شد. ولی این مثل که جمله معروفیه توی یزدی ها. بله. جمله پیچیده ایه. بلی بلم بلم بلی نالی بلم بلم و نبلم بلی بلی بلم که بلی بلم بلی حالا بتایش دیدن چیه؟ نه خب بین دوستم خیلی آدم خوش رو چیز هستم ولی تو خونه با فامیل تو فامیل دیگه بد اخلاق. آره تو خونه میگم بد اخلاقی. چرا؟ نالی بلم بلم و نبلم بلی. آها نگذاری ماشین رو بذارم، من خودم ماشین رو بذارم، نمیذارم تو ماشین تو بذارم. این ماشینش کجاست؟ ماشین توش نیست. جایی که مثلا دو نفر میخوام ماشینش رو پارک کنم مثلا یا میخوام یه چیزی یه جایی بذارم. یکی دیگه کوشم کو کوشم کو کوشم کو کفشم کو. آه جمله کوشم کو یعنی جمله که بعد از که روزه در میان یزدی اون کفشای ما کجا بعد روزه هم میگن کوشم کو. کوشم کو حالا بعد هر چی دیگه حالا بعد آرسی روزه کوشم کو. یکی هم کلمه گفتیم به پایینو گفتیم بابا از این ور نه از این راستکی بیا. این راستکی بیا از این راستکی. گفت چی میگی؟ گفتم بابا چه میگن از این طرف بیا ما رو کشتی. جوکی از یه چیزی به خاطر هم نمید که بگم در مورد آثار باستان یا اینجا چیزا خواست من لخمه چما هستم. ما چند جور لبخند داریم؟ چند جور خنده داریم؟ ما فقط همیت لبخند و قهقهش داریم. چجوری؟ لبخندش که همینه که میبینی قهقهش هم که دیاب ته دیله. ما بعض وقتی که شوخی همون خیلی مثلا زیاد خنده داره باشه بلند میخندیم که اشکم در میاد.
خوبه؟ حالا من جواب چیه زیاد وارد نیست. فقط راجع به آثار باستانی و سوغات. راجع به آثار باستانی و سوغات یزد یک جوک به ما بگید. شما هر کاری میکنم آخرش برمیگردی به اون جوکه. آره. راهی دیگه هم میخواستین شعر بخونین؟ نه نه، اول یه شعر از جامی بخونم. جامی میگه باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین خردمندان است. یه آدم عارفی مثل جامی نمیگه خنده آیین آدمایی که مثلا بعضی فکر میکنن همطور لودگی میکنن، آیین خردمندانه، یعنی خود خنده و اینها. من این کتاب رو همراه آورده بودم، اینا تو هم موضوع روانشناسی مثبته. ببینید این کتاب اسمش هست Primer in Positive Psychology. آدمی به نام پترسون این کتاب رو نوشته. توی بخشی از این کتاب درباره لبخند تحقیقی رو خودش انجام داده، میگه من اومدم در سن 50 سالگی آلبوم عکس زمان دانش آموزیم و اونی که زمانی که فارغ التحصیل شده بودم 18 سالم بود نگاه کردم، یه فکری به ذهنم رسید، اومدم با خطکش فاصله بین لبهای دوستانم که تو اون عکس بودن در 18 سالگی اندازه گرفتم. شما میدونید چی که این فاصله بیشتر باشه یعنی خنده بیشتره. آدما رو درجه بندی کردم، مثلا دیوید اینقدر، اون اینقدر، اینقدر. بعد از 32 سال رفتم سراغشون. دیدم که 50 ساله بودم. دیدم اونایی که تو عکس 18 سالگیشون لبخند زده بودن، خندان بودن، اینها الان آدمای سالمی هستن، آدمای موفقی هستن و متاسفانه یک آدم تعدادی از اون آدمای اخمود اون عکس یا از دنیا رفته بودن یا مریض و معلول بودن. این حرف تو این کتاب علمیه، ببینید کتاب دانشگاهی اینطوریه. توی این کتاب که باز یه کتاب خوبیه هستش، دائره المعارف یا چیز پوزتیو سایکولوژی، به صورت الفبایی حوزه روانشناسی مثبت داره، ال و زده توی الش لاف و لافره. من دیشب نگاه میکردم اینجا نوشته بود که اصلا خنده در ساختار ذاتی انسان خداوند تعبیه کرده. قرآن میگه هو از حکه و هو ابکا، اون میخندونه شما رو، خنده رو خدا داده. میگه تو ساختار مغز انسان برخلاف بسیاری از حیوانات، یک کمی بعضی از حیوانات بودم واقعی نبوده، خنده است. بعد میگه که بعضیا فکر میکنن نوزاد با دیدن چهره خندان مادر خنده یاد میگیره، این یادگیریه. بعد این تو کتاب میگه اینطوری نیست، نوزادان این که کر و کور به دنیا آمدن اما خنده داشتند. خنده یه بهره خدایی است که به انسان داده شده و این کار فطریه، ولی ما اینو رشد ندادیم، نادیده گرفتیم. عجب. آقای دکتر، شما در وزارت ورزش و جوانان هم کاش میگفتن جوانان به ورزش. خب بله. اونجا هم مشغول به کارین، معاون وزیر هستین. وزارت خونتون چی کار داری میکنه برای اینکه ببینید ما یه حوزه خوب ترویج بده شادی رو. خوب ورزش داریم. ورزش واقعا ظرفیت بزرگی داره در اینکه با قهرمانیاش، با پیروزیاش، با اخلاق خوب انشالله ورزشکارای ما توی جامعه نشاط و شادی بده. ورزش خیلی مهمه، بخصوص همین حتی حوزه های حالا همگانیش که خود ورزش شادی میاره. عواملی که باعث شادی میشه حدود 15 تا عامل آقای جوان بررسی کردن که شادی میاره، مثلا قدم زدن، توی طبیعت رفتن، فرض بکنید خوردن کمش، آشامیدن. ثابت شده که با دوستان صمیمی گفتگو کردن، اینا شادی میاره. خود جوک خوب فرستادن خیلی، من به عنوان روانشناس معتقدم این اسمس های خلاقانه ای که ما برای همین فرستیم، کسی رو دست نمیندازیم، تحقیر نمی کنیم، حرف غیر اخلاقی نمی زنیم، ولی حاضر جوابی، هم دوش خلاقیت، هم بهداشت روانی جامعه جدیده، اینا ثابت شده که خیلی مهمه. کشم ورزش خب اون یه سنه، اما ما یه قسمت دیگه داریم نام جوانان که ما برنامه ریزی می کنیم برای مسائل اوقات فراغت خوب جوانان. برنامه ریزی می کنیم برای مسئله یک ازدواج سالم جوانان و تحکیم خانواده، کاهش آسیبای اجتماعی جوانان، مشارکت جوانان و توانمند ساختنشون تو گروه هایی که ما بهشون میگیم سمنه ها، سازمان های مردم نهاد. این اون وظیفه است که من با کمیته آقای دکتر بهمنی که توی برنامه بودن و دوستان دیگه مون داریم و دعا کنید که تو این کار موفق بشیم.
مطمئنن این برنامه ها در کنار برنامه شما میتونه به ما خیلی کمک بده. ما خیلی دست نیاز دراز میکنیم واقعا به هر برنامه‌ای که به نحوی جوان ما رو شاداب تو صحنه نگه میداره. ما در خدمتیم. آی دکتر آشپزیتون چطوره؟ خیلی خوب نیست. من چون خیلی اهل مطالعه بودم میدونید که معروف همین که تخم مرغ به صورت‌های مختلف میتونم عجب درست کنم. یعنی اون حالت دارم. ولی گاهی اوقات مثلا من خانمم که میرفته مسافرت پس کنید دستور غذایی قبلا مینوشته که من انجام بدم، بعد من یه بار تو به جای زردچوبه مثلا زعفرون ریخته بودم اونجا خراب کرده بودم. این آخریا فهمیده بود که نباید غذا درست کنه، بذاره تو یخچال که من دیگه خودم کارش نه. آشپزیم در حد همین آبدو خیار و بعد درست کردن و مثلا املت و اینا بلدم. بله. خیلی سوال دارم ازتون بپرسم. یکیش اینه که این خیلی به نظرم مهمه، ما عده‌ای خیلی زیادی هستن میگن که آخه ما انقدر گرفتاری داریم، هزار جور قسط باید بدیم، فلان 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 فلان، بعد چجوری باید شاد بشیم؟ اصلا اینکه ما خودمونو میندازیم در ورطه قسط دادن به نظرم این خطاست. درسته؟ برنامه‌ریزی نداریم، ما تدبیر نداریم. ما واقعا یه بخش عمده از مشکلتون قابل پیشگیریه. یعنی میبینید واقعا ما توی برنامه ریزیامون خیلی خردمندانه عمل نمی کنیم. خیلی عاقل ما نیستیم. یعنی عاقل نیستیم یعنی شتاب زده یه کاری رو میکنیم، شتاب زده علاقه مند میشیم، ازدواج میکنیم، شتاب زده درگیر میشیم، شتاب توی معامله میریم. عقل واقعا، عقل یعنی آینده نگر بودن، دیدن آینده. قرآن توی یه جا میفرماید که با جهنمی ها که مصاحبه میکنند یا به موشاشون میگن اگر ما عقلمون رو به کار مینداختیم، خوب میشنیدیم، الان جزو این اهل جهنم نبودیم. تو دنیای هم هست، ما مصاحبه های مختلفی که شما یک ستون روزنامه بگیرین حوادث، یک قلم هم بگیرین دستتون، هر زیر بیعقلی ها خط بکشین، مثلا یک حادثه بگه از شروع این که یه آدم وارد یه مسئله شده، مثلا در یه سایتی با یه آدم دوست شده، یه رفته جلو بگیرین بیعقلی یک، بیعقلی دو، بیعقلی سه، بیعقلی چهار. ما مشکلمون اینه، یه بخش عمدمون خودمون این کارمون. بخش عمدمون باورمون نمیشه که بابا به حسد به عنوان انسان. خاجوی کرمانی میگه ما این تو کلینیک اون زمان این شعر بزرگ نوشته بودیم، هر کس را در این زمان غم نیست یا آدم نیست یا در این عالم نیست. بابا انسان غم داره. یه خانم حدود پیش من میگفت که من خیلی ناراحتم که خلاصه استراب دارم، مدتی است که شبا خواب نمیرم. گفتم خانم چون تو گربه نیستی استراب داری، چون کبوتر نیستی نمیخوام. گفتم استراب ویژگی ما آدم هاست، اصلا تاوان انسان بودن ماست. حیوانات ترس دارن، استراب ندارن. استراب اندیشه من راجع به آینده است. اینو باید بپذیریم که داریم. بعدم اینا رو بررسی میکنیم، اینقدر سخت نگیریم. مشکلات میاد و میره، اون تدبیر رو عقل داشته باشیم. بعد وقتی دوچار مشکل شدیم خودمون رو نبازیم، بعدن بدونیم اینها با یه مشورت خوبی حل میشه. خیلی زندگی سخت نیست. خلاص. خیلی متشکرم. امروز روز مولاناست و میشه یک اشاره ای هم بکنید به شادمانی در آثار؟ ببینید ما اومدیم در دانشگاه در علوم واحد علوم تجارت دانشگاه آزاد، من البته عضو علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستم، با کمک دوست خوبمون که میشناسین آقای دکتر اسماعیل آذر. بله. ایشون بزرگواری کردن با اینکه دانشجو رشته خودشون بود، فوق لیسانس ادبیات فارسی، من شدم استاد راهنما، آقای دکتر آذر شد استاد مشاور. این از بزرگواری اون استاد هستن که ما که دانشجوی ما رو اوناست، ما شدیم استاد راهنما. اومدیم شادی و نشاط رو در 6 دفتر مثنوی مولوی بررسی کردیم به یه مقایسه با مثلا روانشناسی معاصر. بسیار چیزای عمیقی ما داریم. ما شادی‌های واقعی رو مولوی ازش نام میبره و خنده‌های خوب. مولوی یک روانشناس، انسانشناس بزرگیه و در مسائلی که ما توی انسان داریم بیش از همه مولوی توی این ادبیات ما انسان رو بررسی کرده. و واقعا کتاب بزرگیه، جز افتخاراتتون باشه که در چند سال پیش در آمریکا در یک سال بیش از 1,000,000 نسخه مثنوی به زبان انگلیسی فروش رفته بود. الان دنیا داره میفهمه این ذخیره های بزرگ ما چی هستن و در همه ابعاد.
توصیه من اینه که جوانان ما واقعا با این گنجینه غنی ادب فارسی آشنا بشن. خیلی بده آقای جوان، ما رفتن دوربین بردن مثلا توی خیابون جلال آل احمد که دانشجوها اونجا دارن میان، پرسیدن این جلال آل احمد کیه؟ مثلا فکر کرده که یه مکانیکه، چیزای پرتی گفتن. اصلا میپرسن عطار کیه، حافظ کیه، مولوی کیه؟ چه تو خونه ها نباید ما فال خوب حافظ بگیریم و با ادبیات آشنا بشیم؟ مثلا گذشته گلستان میخونیم بودن. مثلا من توصیم اینه که مولوی رو بخونی. البته مولوی یه بخشای هست که سنگینه، ولی به حسابی نگذارین همه شو بفهمین. بخونی اون زیبایی آخر اون 18 بیت اول مثنوی که بشنو از نیچون حکایت میکنه، ببینین چقدر زیباست. تا مناجات هایی که مثنوی داره توی این زمینه، یه جایی الان استادان خوب عرفان و ادب فارسی تو همین تهران جایی دیگه کلاسای مثنوی گذاشتن، اینا رو پیدا بکنید و بی دریغ و بدون گاهی هزینه اینا رو میتونید یاد بگیرید. به هر صورت خیلی خوشحالیم که برای این بزرگان روز خلاصه گذاشتن و ما هم افتخار میکنیم که با این آشنایی. خیلی متشکرم. شما به عنوان یک روانشناس خندیدن رو توصیه میکنید؟ خیلی زیاد. الان یه دور بخندین. یه دور اساسی. آی دکتر خیلی متشکرم ازتون. قبل از اینکه من هدایامو تقدیم شما بکنم، طبق رسم مهمان ما 5 ثانیه لبخند میزنه به تماشاگر در منزل. شما دیدین قطعا؟ بله دیدم. بله و تماشاگرم تمرین بکنم اینم نمیشه. اصلا خنده تمرینی نیست. نه بیا بعد بیا دمش مال شما بیا. آماده این 1 2 3 1001 1002 1003 1004 1005 خیلی متشکرم. خیلی های دکتر، تشریف داشته باشید، من اینا رو توضیح بدم تقدیم. به پاس حضورتون تو این برنامه که خیلی هم بهش محبت داشتید و توضیحات بسیار خوبی دادین، این لوح رو تقدیمتون میکنیم و لطفاً اینو من از همه مهمونام خواهش میکنم جایی بذارم که ببینن، بهش لبخند بزنن، این لبخنده به ما میرسه. خیلی حتماً مخلصم. و مجموعه گروه های وبسایت دابی هم یک هدیه به شما داده که فروشگاه اینترنتی میتونید ازش استفاده کنید. وظیفه دارم تقدیمتون بکنم. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما. همه دوستان سلامت باشیم. خدا 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 بشینیم. دست راست بالا، 1 2 3 دو با سه سه چهار دو با دو با دو با دو با دو بوم 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 دو با دو با دو با دو با دو بوم 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 دو با دو با دو با دو با دو بوم 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 دو با دو با دو با دو با دو بوم بوم بوم. یه روز خوبه میای بی بهونه، آروم آروم تو خنده جانمونه، یه حرفایی داریم شنیدنیه، یه حسایی داریم نگفتنیه. دنیای ما مثل هندوونه است، یه تیکیش کجاست تو خنده بونه است. همه ی آدم و هم دونه هاشن میتونن باهی بشکن از جا پاشن. دو با دو با دو با دو با دو میرسونیم به گوش و صالحانه، مثل رنگ گرم سادگیمون یا رؤیاهای توی بچگیمون. دنیای ما مثل هنده بونه است، یه تیکش کجاست تو خنده بونه است. همه ی آدم و هم دونه هاشن میتونن بایه بشکن از رو پاشن. دو با دو با دو با دو با دو چشممون میشه با تو باشیم، شاید بی این شعر از همه باشیم. دنیای ما مثل هنده بونه است، یه تیکه هیچ کجاست تو خنده بونه است. همه ی آدم و هم دونه هاشن میتونن بایه بشکن از یا پاشن. دو با
بابا ما خیلی با حالیم. خیلی با حالیم. خیلی. شما هم خیلی با حالیم. خیلی. چقدر ممنونم از آقای دکتر گلزاری عزیزم. بسیار حرفای دوست داشتنی و علمی و درجه که بهمون زدن. کیف کردیم. چه ایده جالبی دادن، گفتن که به بیمارها وقتی عادتشون میریم بهتره که از آره پک فیلم های برنامه خندوانه رو چند تاشو مثلا آدم کپی کنه ببره تحویل بده. در فرهنگ سرای گفتم تحویل بده؟ به این خندیدیم، متوجه شدم خودم متوجه شدم. هدیه بده، ها؟ تحویل بده، انگار پیکیم مثلا با. بیمار اونجا خوابیده بگیر تحویل رسید. خب آماده این که من یه توپقی بزنم یه خرابکاری اون لابو کنم، شما هم خوشحال میشینه؟ باشه باشه، خوشحال شین، من هر کاری بتونم میکنم شما خوشحال شین. در فرهنگسرای رسانه چند وقت پیش یک جلسه نقد و بررسی اتفاق افتاد، برگزار شد، اتفاق افتاد یه هایی بزن. در فرهنگ سرای رسانه چند وقت پیش یک جلسه نقد و بررسی برگزار شد با حضور تعداد قابل توجهی از منتقدین و به علاوه این که از روزنامه ها و انتشارات مختلف و این که خبرگزاری های مختلف و اونجا هم حجت الاسلام زائری حضور داشتن، به علاوه آقای علی درستکار عزیز، به علاوه آقای محمد رضا شهیدی فرد عزیز و من هم در خدمت همه بودم. تعدادی از مردم هم اومده بودن و گفتگو شد. یه بخش اول چند وقت پیش نشون دادیم، یه بخش دوم داره که اونم لطفاً ببینین و نه اون بخش هم ببینی تا بتونیم ادامه بدیم. چطوری؟ عالی. راست بگینا، راست بگینا، میرین جهنم ها. خیلی خب، پس بریم تیکه بعدی. یه ده بلنشین واسین ببینم، بلنشین واسین نفس بکشید. خب، حالا آماده باشین، یه خنده میخواییم شلیک کنیم، بریم تیکه بعدی. یک دو سه. دعوت میکنم از آقای جوان، آقای شهیدی، آقای زائری عزیز خدمتشون باشیم و خندوانه نسیه رو نقد کنیم. خندیدن لطف و نعمت خداست. خدا کسی که دوست داشته باشه بهش فرصت میده بخنده و کسی که دوست نداشته باشه نفرین بشه نمیخنده. آیه قرآن میفرماد فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. این آیه نفرینه، عذابه، مال کفاره. عذاب و نفرین خدا اینه که کم بخندن. ای فلان فلان شده آیه کفار، الهی کم بخندی. یعنی قرآن وقتی میخواد کسی نفرین کنه میگه الهی کم بخندی. نعمت خدا اینه که ما بیشتر بخندیم و امید ما اینه که یه روزی مردم ما بیشتر بخندن. یعنی اون کسی که گناه میکنه، اون کسی که جلو پیغمبر وامیسته، اون کسی که با دین در میفته، اون باید کم بخنده، باید بشینه گریه کنه. شادی و خنده مال تویی که دلیه که شاد کردی، مال تویی که الان کنار زنت نشستی. این نکته اساسیه که به نظر من برنامه خندوانه باید بهش افتخار کنه. پیامبر اکرم حدیث فرمودن مردی که کنار زن و بچه‌اش بنشینه و اینا کنار هم باشن از نشستن در اعتکاف در مسجد پیغمبر در نزد خدا محبوب تره. خدا در اون لحظه خوشحاله که اینا کنار هم نشستن.
برنامه بخشی از موضوع سبک زندگی است که موضوع اساسی مملکت ماست. از این میخوام استفاده بکنم خدمت شما عرض بکنم که این برنامه زمان خودش رو خیلی خوب میشناسه، مسائل مردمش رو خیلی خوب میشناسه، جلوه هاش تو لحظه لحظه برنامه هست، به شدت متوجه آرمان های اعتقادی و دینی و ملی این مردم هم هست، یعنی افق داره برنامه، یعنی میدونه که این مردم کجاها خسته شدن، کجاها آزرده شدن، چه ماجراها و قصه ها و دغدغه هایی دارن، به کجا باید برن. ببینید تو یک برنامه کمدی این همه اتفاق، والا تو برنامه های قلمبه سلمبمون این همه اتفاق نمیتونیم ما در واقع جاگذاری بکنیم. ما توی یه برنامه کمدی اینا رو داریم میبینیم، بدونی که متوجهش باشیم داره اهداف توسعه کشور اتفاق میفته تو برنامه، داره مخاطب خودش رو هدایت میکنه، داره میگه به کدوم سمت بره، در واقع داره کار و انرژی کار رو در واقع و تلاش رو توصیه و گسترش میده، داره اخلاق رو به شدت گسترش میده، در حالی که شاید تو خیلی از برنامه های جدی ما اخلاق رو زیر پا له میکنن، این برنامه موجد اخلاقه. ببینید تو برنامه کمدی شما دیدین هم دیگه رو میزنن، اصلا فاتحه زبان فارسی که خوانده میشه. یکی از مهمترین امتیازات خندوانه اعتناش به زبان فارسیه، به شدت مراقبت میکنه از زبان فارسی. شما یه اصطلاح بیخود توی برنامه میشنوید، اصلا سعی نمیکنه اصطلاح سازی کنه، در حالی که برنامه کمدی اصلا ایجاد کمدیشون با اصطلاح سازیه، اصطلاحات بی ربطی که هنوزم متاسفانه بعضیامون تو ذهنمونه. ما معتقدیم همه آدمای موفق آدمای شوخ طبعین و اینو میخواییم به نمایش بذاریم. ما میخواییم بگیم که آدم های موفقی که شما نمیشناسین ولی خیلی موفق هم هستن، تخصص خیلی ویژه‌ای در کارشون دارن یا حالا ویژگی هایی در کارشون دارن، قطعا شوخ طبعن. شادمانی و خندیدن باید رفتار روزمره ما باشه. ما همونطور که میدونیم باید استحمام بکنیم، همونطور که میدونیم باید به یکی جایی وارد میشیم سلام بکنیم، اینا باید بدونیم، باید شادمان باشیم. ملتی که روحیه داره میتونه پیروز باشه، ملتی که روحیه باشه میتونه سرفراز باشه، ملتی که روحیه داره میتونه به خودش و خانوادهش و گذشتهش و الانش و آیندهش افتخار کنه. ما همش اینجوریم ولی میگیم پس چرا هیچ کاری نمیکنم. ماها متوقع بار اومدیم، ما تا از بچگیمون میگیم ننه بابامون برامون چیکار کردن، مدرسه میریم میگیم مدرسه واسه معلمه چیکار کرد، میریم دانشگاه میگیم مدیریت دانشگاه و استاد چیکار کرد، میریم سر کار میگیم رئیسمون چیکار میکنه، بعد میگیم دولت چیکار میکنه، بعد میگیم مردم تو خیابون هم میخوان منو بکشن، هیچ کس اجازه. ما همش فکر میکنیم یکی باید یه جای بیرون از ما یه کاری بکنه، این وجود خارجی نداره، ما خودمونیم، مسئولیت داریم. خواهش میکنم احساس مسئولیت هممون باید بکنیم که این شاد زیستن به سرایت پیدا میکنه به همه زندگی ما، اون وقت ما آدمای محترمتری هستیم، با وقارتری هستیم، با غیرتری هستیم، راستگوتری هستیم و با وجدانتری هستیم. فقط حواستون هست که آب کم مصرف بکنید، آب کم مصرف بکنید، آب کم مصرف بکنید. کیا آب... نه بابا بگو حرفتون رو، مگه دیو دیدین؟ کیا آب زیاد دارن؟ کی الان توی خونش یک شیر آبی وجود داره که چکه میکنه؟ بچه راست بگین جان من، همه خونه شما دارین؟ ببینینش دارین؟ چرا درست نمیکنین؟ دورکش گرونه، قول بدین درست کنیم، قول میدین تا فردا درستش کنیم، تا فردا شب، یعنی 24 ساعت آینده. میدونین که اون چرا تو ذهنش رو خوندم اینجوری بود فردا رو، حالا نه ولی چشم. حالا خانم هر شیری که چکه میکنه بین 120 تا 200 لیتر آب هدر میره. بطری 1.5 لیتری ببینید، 120 تا 200 لیتر میشه تو 24 ساعت. خیلیه ها، ترسناکه. نداریم واقعا آب، نداریم اینجور هدر ندیم. چی بوده؟ هیچی. البته واقعا دولت هم باید حواسش جمع باشه که توی جاهای مراعات بکنه، ما مردم هم باید مراعات کنیم.
از خودتون مراقبت بکنید و از همدیگه مراقبت بکنید، لبخند بزنید، همدیگر دوست داشته باشید، ما هم دوست داشته باشید، ما هم شما رو دوست داریم، خدا حفظتون بکنه، شاد بوید همه به اونجا، شاد بوید تو. ای بابا. یک دو سه شاد بوید تو.